عکسش وقتی داره با طرف میزنه بالا سمت راست رو نگاه میکنه. این یعنی داره حرفشو میسازه، داره دروغ میگه. اگه یه روش بدتون بعد 20 سال بتونه همون جنسی که مهندس میلانی در میاره درست کنه، من بهت قول میدم خدا معرفی میکنه به همین کلانتری 173. سمت خودت آروم آروم بیا جلو بذار زمین. کلمات نامفهوم ساعت خون ستاره ستاره اتفاقات دور و برمون خیلی مشکوکه. من که همه چی رو بهت گفتم. همین چیزایی که تو بهم گفتی مشکوک‌ترم کرد. یعنی چی؟ مگه نمیگی موتور سوار کل کاسکت داشتن؟ مگه نمیگی وقتی بابا دنبالشون میدوید یه دفعه وایسادن؟ مگه نمیگی بابا یه چیزی می‌خواست بهت بگه تو متوجه نشدی؟ اصلا راننده تاکسی چرا بعد دیر ترمز کنه؟ مگه نمیگی یه نفر اونجا وایساده بود کلاه داشت؟ الان کجا داری میری؟ یه سر بریم اون کلانتری محل تصادف. فعلا که تنها سر نخمون این راننده است. بریم یه آمار بگیریم. دوربین رو چک کردیم ولی چیز خاصی دستگیرمون نشد. ای بابا، خب پس چطوری بفهمی؟ راننده‌ای که دم دستمونه ولی کار میبره. کجا میری؟ یه سر بریم جلو دانشگاه. دقیقاً همینجا وایساده بودیم سنگ کاغذ قشی بازی می‌کردیم. بابا کجا وایساده؟
همینجا. من و بابا رفتیم سمت ماشین که سوار ماشین بشیم. جزوه من دست دوستم جا مونده. منو صدا کرد برگشتم که جزوه رو ازش بگیرم که یه دفعه سرکله و موتوریا پیدا شد. از حراست اینجا پرسیدم. میگم به خاطر دوربینایی که اینجا داره معمولا از این اتفاقات نمیفته. موتوریا کجا اومد؟ از اونجا. ببین سعید، الان که خوب فکر میکنم موتوریا خیلی راحت میتونستن با هل دادن من کیفو بقاپن و برن. بهتره بریم. کجا؟ من هنو حرفا مونده. بعدا در موردش حرف بزنم. ببین سعید، اگر اون تصادف طراحی شده باشه که هست، پس اون آدمی هم که کنار راننده نشسته توی نقشه است، درسته؟ بازم کارگاه بازی داری در میاری؟ بذار فکر کنم ببینم یادم میاد. یا بریم سعید. آره یه خانوم بود، وقتی بابا تصادف کرد پیادهشو دوید سمت بابا. پلیس بیاد. برو دیگه. من از پلیس نترسم بابا. من از پلیس نترسم. عجیبه. بله متاسفانه. این فیلم چطوری اینقدر پخش شده؟ رئیس به نوشته زیر فیلم دقت کنید. نوشته؟ اون کسی که این فیلم گذاشته تو اینترنت با انگیزه قبلی این کارو کرده. عجب. و مهمتر این که چرا واسه این آدم اینقدر مهم بوده پای یکی از خانواده ناجا وسطه. دقیقا داستانی که برام گزارش کرده بوده. شبکه‌های خارجی، قصاص، اعدام. محبی. بله رئیس. این ماجرا رو خودش شخصا پیگیری میکنی. هماهنگی اداریش هم با من. چشم قربان. خودت خوار مادر نداری؟ داشته باشم نداشته باشم اصلا به تو ربطی نداری. نرگس خانم، دوش مایی چند لحظه با شما صحبت بکنم. امیر آباد بفرمایید. یه لحظه میشم با شما صحبت. نرگس خانم، من میخواستم یه لحظه با تون حرف بزنم. شما بفرمایید. ایشون نمیرن قربان. بفرمایید شما. یعنی چی آقا؟ این چه کاریه؟ نرگس خانم، یه لحظه شما تشریف داشته باشین، یه کوتاه من وقتتون رو بگیرم. آقا بفرمایید دیگه، گفتم که ایشون تشریف نمیبرن. بفرمایید. نه خیر آقا، نرید، من الان سوار میشم. شما چی کار دارید با من؟ شما چند لحظه نرگس خانم، من چیزی براتون توضیح بدم، بعد هر جا خواستیم بریم برید. شما هم نمیخواد پیاده شید، لطفا مسیرت ادامه بده، تو کار کسی هم فضولی نکن. نرگس خانم، من برای شما توضیح. من کار دارم. شما منو یادت نیست؟ بله میشناسم.
سری قبلم عرض کردم اگه مطلبی داری لطف کنی با خانواده تشریف بیارید، نه اینکه اینجوری توی خیابون جلوی منو بگیرید. مگه خودت خوار مادر نداری؟ داشته باشن نداشته باشن اصلا به تو ربطی نداره. اگه الان چیزی بهت میگم فقط به خاطر سن و سالته. حالا اگه بخوای چیزی بگی مثلا چه غلطی میکنی؟ اصلا کسی مال این حرفا رو چی میگی مادر؟ آقا شما با خانواده هم نیا. آخه نرگس خانم شما اصلا نمیذاری من حرف بزنم. اصلا چی میخوای ها؟ خب شما نذاشتی بگی، من میخواستم بگم که ما میخواستیم خونه شما. اینجوری وسط خیابون با بی ادبی؟ اگه نمیبینی نمیخواد باهات حرف بزنه چرا مزاحمش میشی؟ بزنم تو دهنه. تو بزن تو دهنه من. تو رو خدا کوتاه بیای. نمیگم دهنم چی میگی اصلا؟ نبود. اون روز رفتارش خیلی عجیب بود. آقای قاضی، اونجا محله قدیمی ماست. جدا از بحث خانواده من اصلا خوشم نمیاد یه نفر توی خیابون اینجوری جلومو بگیره. بهشون گفتم. نگفتم؟ خودش چند بار گفتم. خانم کریمی، خطابتون به محضر دادگاه باشه. اون خدا بیامرزم میخواست به من کمک کنه. اگه میدونستم اینجوری میشه به خدا غلط میکردم دخالت کنم. من خودم هم دختر دارم تو خونه آقای قاضی. یه چیزایی تو کت آدم نمیره دیگه. آدم چجوری میتونه ببینه و هیچی نگه؟ جناب قاضی، من کارمند بازنشسته آموزش و پرورش هستم. 30 سال واسه بچه های مردم زحمت کشیدم. اینه دستمزد من. الان باید وضعیت من اینجوری باشه؟ من که نمیتونستم با 2000 حقوق بازنشستگی زندگی کنم، اونم با این همه تورم. همین یه دونه پسر همیشه یار من بود، هم پای من بود، همه جوره هوای من و یه دونه خواهرشو داشت. شما یه نگاهی به این دختر بندازیم. از اون روز به بعد بدون قرص پلک رو هم نذاشتم. اینه حق بچه من؟ اینه حق من؟ آقای قاضی، من از خواسته خودم کوتاه نمیام. ختم جلسه رسیدگی رو اعلام میکنم. تاریخ جلسه بعدی به اصحاب دعوی ابلاغ میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. خوبه کلی جلو افتادیم اینطوری. میمونه یه دستور بگیریم روش که اونم انشالله امروز میبرم سرداد ببینن. خسته نباشی. ممنون رئیس. اجازه مرخصی میفرمایید؟ نه
یه مطلب دیگه هم هست که باید بهت بگم. من در خدمتم. حقیقتش اداره تحقیقاتی در مورد نحوه فوت پدرت یوسف شروع کرده. اگه شنیدی شوکه نشو. اتفاقی افتاده؟ راستش با پرونده‌ای که بابا درگیرش بوده بعید نیست که این تصادف فقط یه تصادف بوده باشه. پیگیریمون از بازجویی با راننده شروع میکنیم. رئیس باید بگم مادرم میخواد رضایت بده. توی دادگاه خودش به راننده اینطوری گفته. این که حق مسلم مادرته، اختیارم با خودشه. به هر حال راننده ممنوع خروجه و پروندهم بازه. رئیس جلسه بازجویی کیه؟ من خودم مسئول پرونده هستم. شما به خاطر قرابت نسبی که با یوسف داری بهتره که از پرونده دور باشی. بسپارش به خودم. بله. با اجازت سعید، تو منو یاد ایوا سلام آقا مرگو، ببخشی مریضتون تو اتاقش نیستن؟ یعنی چی نیست؟ نیستن، رفتم دون بردن، شما رو یک مختم شاید کجا میتونه رفته باشه؟ اطلاع نمتونم. تا پاشو آب جوش بذار یه چایی دم کن. ای به چه، شما فقط امر کن. قربون دستت. منم دلم واسه امیرعلی خیلی تنگ شد. زحمت نکش. نه عزیزم، چه زحمتی من برم. سعید جان زحمت میکشی اون خورمارم بیاری با چای بخوریم؟ چشم. دست درد نکنه. خیلی ممنونم. چی میخواد؟ خورما. خدا رو شکر بعد از این 40-50 روز حالتون خیلی بهتره. چه خوب شد برگشتین خونه. من خوبم، نگران من نباشین. عزیز دل عمه چطوره؟ خوبم، بد نیستم عمه جون. خوب مامان جون، دیگه با اجازتون ساره بعد لباس مشکیاشو در بیاره. خودتون هم همینطور. دکترم که بهتون گفت بعد استراحت کنید. دیگه بعد با این موضوع کنار بیایم دیگه. خدا کریمه. مهیا جان، مامان اینا چطوره؟ خوبه خدا رو شکر، خیلی پیگیر احوالتون بودم. زحمت کشیدم، بیمارستانم مونده بودم. چه وظیفه‌شون بود؟ اتفاقا مامان اون روز خودش خیلی حالش خوب نبود. به خاطر همین سلامتی میگم چه خبر؟ ان شاء الله سر فرصتش. بگم چه سلامت باشین. بعدی رو بهتون مامان میخواد رضایت بده. بگیرم منده برسه از زندگیش. چیزی شده؟ نه، چی باید بشه؟ سارا؟ جونم، نه مادر من، هیچی. گفتم بهتون دکتر آشنا در اومده بود؟ بله گفتی. من 35 سال با پدرتون زندگی کردم. گاهی شنیدین از دستش ناراحت شده باشم؟ جواب بدین. آخه قضیه اون چیزی که شما فکر میکنی نیست. شده بود تا حالا به خاطر شرایط شغلیش از دستش دلخور شده باشم؟ واقعیتش مامان، ما هیچ وقت ازش توقع نکردم. میدونی چرا؟ چون با من صادق بود. همیشه همه چیزو با من در میون میذاشت، با شما هم در میون میذاشت. حالا چی شده که واسه بچه هاش نامحرم شدم؟ این حرفا چیه مامان جو؟ قضیه اینه که من و سارا. پس اعتراف میکنیم که چیزی بوده و به من نمیگین. ماما
داری پوزجویی میکنی؟ خوب یاد گرفتی اعتراف بگیری. خدا بیامرزه آقا جون، روز شب. حقیقتش سارا میگه اون روز، یعنی روز تصادف، به یه چیزی شک کرده. میگه سب کن ببینم. یعنی شما میخواین بگین که پدرتونو کشتن؟ با خاک بسترم. مامان ما سردار چرا چیزی به من نگفته؟ این فقط یه احتماله. حقیقتش پدرتون یه پلیس بود، اینو میفهمین؟ پلیس مهمی هم بود. هیچ بعید نیست که این حادثه یه تصادف نباشه. به جای رعایت حال من پی قضیه رو بگیرین. منم دقیقا دارم همین کارو میکنم. فقط به این دخترتون بگین اینقدر سپیش نباشه. به سرهنگ مصطفی گفتی؟ بله در جریانه. نخیر. بله. نخیر آقا سعید، نگفتی. خوب براش تشریح نکردی. باید کامل براش توضیح میدادی. ای بابا سارا، گفتم که تازه رفتیم توی ساختمون جدید. شما زندگی تو بکنم با من. حالا خدا میدونه چقدر از ما دور شده. راننده؟ اون که آدرس و همه چیزش مشخصه. بنده خدا مقصرم نبوده. زن و بچه داره. اصلا راننده نیستش که مادر من. یه نفر دیگه هم تو اون ماشین بوده که طبق گزارش پلیس میگن فقط مسافر بوده. خود راننده هم نمیشناستش. حالا شما چجوری میخواین ثابت کنین که اون آدم مقصره؟ دقیقاً منم همینو میگم. به چه جرمی باید دستگیرش کنیم؟ بگیم چرا تو اون ماشین نشسته بودی؟ من مشخصات اولیه‌اش یادمه. چشم، چشم. از اطلاعات شما هم به موقعش استفاده میکنیم. کی؟ ها؟ وقتی آبو از آسیاب افتاد؟ باشه آقا سعید، شما هیچ کاری نکن. منو که میشناسی، من خودم اقدام میکنم. سارا جون، سعید که داره پیگیری میکنه عزیزم. اینجوری؟ ای خدا، اینا کی میخوان بزرگ بشن؟ ده دقیقه دیگه اونجاییم. تمام. دکتر ظاهرن طرفدارات دوباره جمع شدن جلوی در زندان. ظاهرن یه سری پلاکارد دستشونه که روش نوشته باراکا بیگناهه. تو واقعا بیگناهی؟ خدا وکیلی از کجا و چطوری داری ساپورتشون میکنی که اینجوری پات وایستادن؟ داریم میبریمت یه جایی که میتونی حسابی براشون حرف بزنی. منتها با شاگردای خودت خیلی فرق میکنن. فقط خواهشان براشون حرفای تکراری نزن تا قصه پیچیده تر نشه. چند مرحله انجام شده. اسمش هست محمود حیدری، ملقب به باراکا، استاد اخراجی دانشگاه. ادعا میکنه که خالق یک مکتب جدید و نوظهوره، در واقع یک میانبر معنوی. اون آقایی که اونجا ایستاده کیه؟ همکارمونه، سرگرد حسنزاده. تازه به این اداره منتقل شده، مسئول پرونده هم هست. خیلی هم به باراکا مشکوکه. میگه باراکا یه چیزایی رو داره مخفی میکنه تو تمام بازجویی‌هاش. چی باید بگیم؟ این که از کجا تأمین مالی میشده. البته گفته شاگرداش حمایت مالی میکردن.
ولی بچه های خودمون میگن احتمالاً پای یه عده وسطه که از بحث مریدهای این آدم فراتر میره. این همون چیزیه که باید من و تو بفهمیم. محبی؟ بله رئیس. میدونی چند تا جوان فکر میکنن این پیامبر جدیدشونه؟ میدونی چند تا جوان شستشوی مغزی کرده؟ پرونده سختیه. با یه آدم طرف نیستیم، با یه تفکر طرفیم. خیلی به خودش ایمان داره، مطمئنه که کارش درسته. خیلی سرسخته، دیدی از وقتی که اینجا نشسته حتی یه بارم تکون نخورده، دست به لیوان آبش هم نزده. رفیقمون اینقدر آرومه که انگار قرار ما بازجویی بشیم. این حریف خوبیه سعید، ببینم چیکار میکنه. آقای دکتر محمود حیدری، سلام. سرهای مصطفی هستم. باید بگم که همکارای منم دارن شما رو میبینن. ازتون میخوام از زمان شروع فعالیتتون بگین. من همیشه مشغول تدریس بودم. از خیلی وقت پیش تم شش ماه قبل که همکاراتون بنده رو دستگیر کرد. اونا رو میدونم. از زمان اخراج از دانشگاه رو شروع کنید. همکارای من از اون زمان با شما آشنا شدن. بله بله. سلام عزیزم، چطوری ناصری؟ نه بگو. آها، مجوز نگرفت. میدونستم اینم چاپ نمیشه، ایبی نداره. حالا سر فرصت به زنگ میزنم با هم صحبت میکنیم. از دانشگاه چه خبر؟ چه؟ اونجا فقط دو چیزش خوبه، یکی بچه هایی که طالب علم و نورن، یکی هم غذای خوبش که مدیون روح بزرگ خانم مونسیه و همیشه هم خوشمزه است. باشه باشه قربانم، حالا با هم در تماس. خدا نگهدار. انقدر به هم برخورد که نکن. مگه شما رو دعوت نکرده بودم برای سخنرانی؟ مگه خونه که بودیم رو متن سخنرانی تمرین نمی کردی، تی نمی خوندید، پس چی شد؟ فقط میخواستن کوچیکمون کنن دیگه، نه؟ الانم که مشخص شد مجوز چاپ کتابتون رو نمیدن. حالا از این انتشاراتی ها پولی چیزی طلب دارید یا نه؟ کمتر از 10 میلیون. خیلی خوبه. هی خوردتون میکنن، شما هم هی اهمیت ندید. کی خورد میکنه خانم؟ مگه خورد شدن آدمی به همین سادگیه؟ میدونی چه مراحلی باید؟ نمیدونم آقا، نمیدونم، اصلا نمیدونم. جناب آقا راننده هم نمیدونم. میخواید برای ایشونم درس بدید، بهشون یاد بدید؟ به خدا ما روزی 100 بار خورد میشی، مرحله هم نداره. یه نمونهش همین 2 دقیقه پیش ماشین خوشگلر دیدی از کنار اون رد شد. من خورد شدم. میدونی چرا؟ یه 100 سال دیگه هم کار کنم نمیتونم 4 تا لاستیکشو بخرم، چه برسه با خود اون ماشین و اون وضع زندگی. از ساعتی برم دیگه. بله فاز 2 لطفا. از فردا صبح میافتم برای فروش زمین. این وضعیت دیگه خیلی سخته. بدون وسیله با 2 تا بچه من نمیتونم. چه عجله خانم، ولی کم صبر کن، درست میشه. اوضاع که همیشه اینطوری نمیمونه. من تا حالا لنگ موندیم. زمین رو نگه دار. وقتی هر جا برای سخنرانی دعوتت میکنن میری؟ وقتی اون 1,200,000 رو به عنوان دستمزد یا بهت دیر میدن یا اصلا نمیدن، اون موقع ها من نگران میشم که لنگ نمونیم. میخوش اون وقتی رو که میذاری برای نوشتن متن سخنرانیات
یه نامه می نوشتی؟ اقرار به پشیمونی می کردی بابت عقایدت. شاید دوباره برت گردونن هیئت علمی. حرفا بزنی ها، عقاید دست میذاری رو همون چیزی که نباید بذاری. مگه عقاید من بیراهه؟ مگه آدم از مسیر درست و پاکی که پیدا کرده خارج میشه؟ این فاجعه است. شما بگو برادر من، از اعتقادات درست داری دست برمیداری شما؟ ببخشید شما استاد یا ما شاگرد؟ من استاد. وقتی آدم هیچی نداشته باشه که اعتقادی نمونه که آدم بخواد ازش کناره گیری کنه. کرای ما چقدر میشه؟ شیوا جان، من نمیتونم دوری مردم از اعتقاداتشون رو به خاطر فشارهای مالی تحمل کنم. این مسیر، مسیر ارزشمندیه. خیلی فرق میکنه با چیزایی که تو بهشون فکر میکنی. مگه من به چی فکر میکنم؟ مگه من چی خواستم؟ به جز نیازهای اولیه زندگی؟ میدونی؟ آخرش تو میمونی و یه مش اعتقاد و چند تا مشتاق سینه چاک. خدا رو شکر من و بچه هم که برای هیچ ارزشی نداریم. بیدی بیدی داره بچه ها. ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها. خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا. نمیدونم برای چی بازم باید تکرار کنم. جناب آقای دکتر باراکا، شما میدونید متهم هستید؟ بله، به جامعه اعتقاد به تفکر، اونم تفکری که به کسی آسیبی نمیرسونه بلکه باعث میشه خلق الله به خداوند نزدیک تر میشه. دکتر تو رو خدا دوباره شروع نکن. همه اینه که داریم میگی ظاهر قضیه است. اینجا بین ما سه نفر هیچ کس نیست که ندونه این حرف همش پوچه. این حرف فقط به درد همون فضای مجازی میخوره که طرفدارات رو انداختن، به درد پروپاگاندایی میخوره که برای گنده کردن خودت رو انداختی. از همون سه سال پیش که فعالیت های ایشون برای اون محرز شد و اقدام کردیم، به رئیسم گفتم دستگیری این آدم ها فقط باعث گنده تر شدنشون میشه. این آدم ها رو باید یه مسئله ای رو با هم باز کنیم. دکتر، نزدیکترین آدم زندگیتون شما و حرفاتون رو قبول نداره. شما چندین سال فرصت زندگی مشترک داشتین ولی موفق نشدین حتی ایشون رو متقاعد کنید. بله، پسر نوح با بدان بنشست. فهم شما کاملا متینه، اما من مسئول گمراهی آدم ها نیستم. من دارم تلاش میکنم راه دریا رو نشون بدم از گرمای کبیر. تو اینجایی که به سوالای ما جواب بدی. تا زمانی هم که به جوابایی که ما میخوایم نرسیم این ماجرا ادامه داره. قضاوت راجع به افکارت هم میمونه با دوستای دیگه. اختلاف من و همسرم فقط بحث معاش بود. درد همه زنام همینه دیگه. جداییمونم فقط به دلیل طمع زنانه بود. اینا هیچ کدوم به دستگیری من ارتباطی نداره. طرفدارات میدونن نظرت درباره خانم ها انقدر تحقیرآمیزه؟ من تا حالا چیزی نگفتم که قبولش نداشته باشم. همسر منم اگر بحث مشکلات مالی نبود الان کنارم داشت زندگیشون میکرد. مگه الانم مشکل مالی دارین؟ یعنی شما نمیدونید؟
مشکل مالی دارم، پول نداشتم که همسرم رفت دیگه. چطور همه شما که دم از عرفان و محبت میزنید نقطه ضعف مشترکی دارید؟ رئیس سازمان ملل بود، فرستادمش دو تا نون بربری بگیره بیاد. نمیدونم بعضی وقتا یه اتفاقایی میافتادم نمیتونه خودشو کنترل کنه. خدا رو یادت رفته، فقط ببین کی چوبشو بخوره. من خدا رو فراموش کردم یا خدا ما رو فراموش کرد؟ عشق واقعی فقط خداست. واسه این همه مشکلاتی که تو خیابون افتادی دنبال دختر مردم باش خواستگار بود. کی هست؟ حالا میگم بهت. اگه بخوام یه گوشی خوب بخرم قیمتش 5 میلیون تومانه. ببین اینا میخوان یه کاری بکنن که ایران بره زیر بار نظارت گزارشگر حقوق بشر. غلط کردن، کار خودش نیست، ولی خبر داره چه اتفاقی افتاده. آروم میگیره دل من به یادت،